کانال آنالیزگر خوش اومدید. لطفاً سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید. ابوالفضل پور عرب هنرپیشه تلویزیون و سینما شب گذشته 30 آذر 1401 از علی خامنه‌ای خواست تا عفو عمومی اعلام کند. امسال برخلاف سالهای گذشته جمهوری اسلامی برای عادی نشان دادن شرایط کشور اصرار فراوانی به برگزاری مراسم شب یلدا به رغم همزمانی آن با ایام مرگ دختر پیامبر اسلام داشت. اما تلاش های صدا سیمای جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم ویژه شب چله به دلیل حمایت گسترده هنرمندان از اعتراضات سراسری با چالش کمبود مهمان مواجه شد. ابوالفضل پور عرب از جمله هنرمندانی بود که به دلیل عدم موضع‌گیری در خصوص اعتراضات سراسری مهمان صدا سیما در برنامه زنده شبکه 5 شد. اما به رغم تلاش‌های مجری برای قطع سخنانش روی آنتن زنده صدا سیما که گفت از رهبر انقلاب خواهش می‌کنم این بچه‌ها را ببخشند و یک آشتی ملی برقرار کنند. خواهش می‌کنم رهبر کبیر انقلاب خواهش می‌کنم. آقای پورعرب بفرمایید. خواهش می‌کنم این بچه‌ها رو یک عفو عمومی بدن، به یک آشتی ملی. بچه‌ان، بچه‌های ما هستن. اگر اشتباهی کردن ببخشن. من خواهش میکنم اگه جایی دارم در پیشگاه شما بخواید حرفم رو. خیلی ممنونم آقای پورعرب عزیز و دوست داشتنی. یک شروع بسیار خوب بود. آقای سامان گوران اینجا. بله بله، منم سلام عرض میکنم. الهی قربونتون برم، مرسی که با کسب اجازه از من شروع کردی و بزرگتر از شما. خیلی خوشحالم در خدمت هستم. خیلی خوشحالم که زیر یه پتو با شما هستم آقای بورعرب. و پتو؟ بله، این شوخی بود مثلا یه پتو زیر کنار شما هم دیگه آقا، از بچگی زیر کرسی منظورش. بله اینم حالا من شوخی با من نکن چون من نمیتونم. بفرمایید. باشه آقا، من کوچیک شما هستم. بفرمایید آقای بورعرب. من خیلی کوچیک، من کافیه. سامان به اندازه پسر من، پسر من کوچیکتره. بله پسر من شوخی نمی‌کنه. من اصلا با پسرتون هم دوست دارم. گلتون هم هستن. خواهش می‌کنم آقا، بذار من درستش کنم. نه نه آقا جی بفهمین. بله اینکه من بخوام مثلا برم زیر پتو با ایشون یه خود آقا بفهم بادم زمینی تو بخور، یکم قرمون سرقه استاد برو شما درد و بلاشون تو سرم. خدا نکنه من این بچه رو خیلی ساله میشتفتم، دیدم چی جون واقعا کنتا بشه گوران. بله میدونی واقعا خیلی زحمت کشید. خیلی هم دل خوبی داره آقای پورعرب. دلش خجسته است. لیاقت نداریم در کنار شما صحبت کنیم. نه بابا نه گوش کنده چی هست چرا نشستی؟ بابا یه لیاقت بیش برو. نه واقعا آقای پورعرب نه این تنازی ها رو جایی بکن. چشم به خدا فکر میکنم که مردم شادتر باشن. چشم آقا نه در شب اینجوری چشم 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 رو میای و مزده میای. آقای جان مهمونات رو جوری دعوت کن که به هم بنشین. قربونتون برم. نشد که شما همه نور چشم منی. نه ببین بعد از این همه سال گوران عزیز من بیاد با چشماش طنازی کنه. بابا این کاری تو داری میکنی مال سالات شما بوده. بس آقا دوستتون داره. بزرگ شدین به جون مصطفی. چه اونو میکنه؟ نه یه جور دیگه شما رو دوست داره. من به قیمتی داره اونم شهر. بله آقای پورعرب همین که دست شما رو بوسید سامان من روی ماهاشو میبوسم. قربونتون یعنی این خیلی شما رو مجوز نیست که بخواد هر کاری بکنه. بعداتون بشه. وقتی ما میگیم آقا کاهش میگیم از مسئولینمون ببخشن این بچه‌ها رو. ان شاء الله. اینجا شب این مسخره بازی نیست. یلدا. قربونتون برم. یلدا و خواهش کردم. یه چیزی درش باشه. آقا خواهش کردم. رهبری خواهش کردم این بیچاره رو ببخشن. چش. آقا چش. جای مسخره بازی نیست. بعداتون بشه. رفتار پورعرب با برخی از انتقادها مواجه شد که چرا از علی خامنه‌ای تقاضای بخشش کردی؟ بخشش برای کار اشتباه است، ولی جوانانی که در زندان هستند کار اشتباهی انجام ندادند و کار او را مهر تاییدی بر رهبری جمهوری اسلامی دانستند. ولی در صورتی که آقای پورعرب با یک حرکت غافلگیرانه سبک برنامه را عوض کرد و با صراحت گفت الان وقت شادی و خنده نیست و این را هم باید در نظر گرفت که پورعرب روی آنتن زنده جمهوری اسلامی نمیتواند مثل حمید فرخ‌نژاد علی خامنه‌ای را دیکتاتور خطاب کند و تلاشش برای آزادی زندانیان ستودنی است.
مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودین. خوشحال میشم نظرات و انتقاداتتون رو برامون کامنت کنین، ویدیو ما رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.